بلکه ما خودمون یه قفسه ایجاد کنیم و المانایی که بیشتر استفاده میکنیم داخل اون قرار بدیم، توی این قسمت این فلش میم چپ کلیک میکنیم، نیو شلف رو میزنیم. وقتی نیو شلف رو زدیم، هر اسمی که دوست داشته باشیم میشه براش انتخاب کرد و وقتی اوکی کنیم یه قفسه جدید برای ما ساخته میشه. مثلا فرض کن A، این یه خطا ازتون میگیره، میگه این اسم قبلا این قفسه به همین اسم بوده. فرض کن مثلا من B رو میزنم، یه قفسه جدید به اسم B اضافه شد. حالا اگه بخوام این قفسه هم حذف کنم، مثلا قفسه B رو حذف کنم، دوباره همین فلش رو چپ کلیک میکنم، دلیت شلف رو میزنم و میگه مطمئنی میخوای این قفسه رو حذف کنم؟ بله، قفسه B حذف شد. حالا فرض کنم یه قفسه به اسم A ساختم. هر کدوم از این دستوراتی که احساس میکنم بیشتر استفاده از اون میشه توی پروژه، به این قفسه هم اضافه میکنم. اینجور سرعت کار ما بالاتر میره. مثلا داخل منوی مودیفای یک دستور به اسم فریز هست، فریز ترانسفورمیشن. این دستور چیکار میکنه؟ هر شیئی که مثلا من اینجا ساختم، دستورات اونو فرض کن 5 2 4 هست، مقصد ایکس ایگرگ زد شو دارم میگم، اگه تو همین نقطه باشه من دستور فریز ترانسفورمیشن رو بزنم، همین نقطه رو 0 0 0 در نظر میگیره، ایکس ایگرگ زد شو 0 0 0 در نظر میگیره. این دستور بعداً خیلی به کار ما میاد. هر کدوم از این دستوراتو که میخوایم به قفستون اضافه بشه، اول کنترل شیفت رو همزمان بگیرید، همزمان چپ کلیک هم اون دستور مد نظرتون بذارید. و مثلا فرض کن بعدی هم میخوام من اضافه بشه، پس با کنت همزمان گرفتن کنترل شیفت و چپ کلیک رو هر کدوم از این دستورات به قفسه هم اضافه میشه. و اگه بخوام دستوری که اضافه کردم به قفسه حذفش کنم، راست کلیک رو همون دستور المان داشته باشین، دلیت رو بزنین، اون حذف میشه. خب بحث بعدی این هست که هر پروژه انیمیشن سازی فقط شامل مدل سازی نیست، بخشای مختلفی داره. یکی از بخشای مدل سازی است که این فرادرس فقط شامل مدل سازی تو محیط مایا است، میگه چطور میشه یک مدل رو تو محیط مایا بسازیم. اما بحثای دیگه هم وجود داره. تو این محیطی که هست یک سری نورها هستن، مثل محیط واقعی. تو محیط واقعی نور خورشید هست، نور لامپ هست، نورهای مختلفی وجود داره و این نورها تاثیر میذارن روی اشیا، تاثیر میذارن تو نحوه دید ما. تو این نرم افزار مایا هم به همون صورت انواع نورها هست. من میتونم این نورامو تنظیم کنم، این بس فصل مخصوص به خودشو داره که ما با اون کاری نداریم. یه سری دوربین ها توی این محیط مجازیمون هست که این دوربین ها در واقع حکم چشمای ما رو داره. با این دوربین ها وقتی من میگم سفر رو جابجا میکنم، در واقع هم دوربین رو جابجا میکنم، زاویه دیدم رو عوض میکنم. پس تنظیم دوربین ها هم داریم. یه بحث دیگه هست به اسم داینامیک. داینامیک رو چیکار میکنن؟ فرض کنید من یک محیط دارم، میخوام شرط جویمو توی اون محیط مجازی اعمال کنم. با استفاده از داینامیک میشه همچین کارهایی رو انجام داد. و یه بحث دیگه به اسم متحرک سازی یا انیمیشن سازی هست. اشیایی که تو محیط هست، فرض کنید یک آدم داریم، میخوایم آدم حرکت شروع کنه به حرکت کردن، یک مسیر داریم، میخوایم یک ماشین داخل این مسیر حرکت کنه، هر شیئی، هر چیزی که میخواد متحرک بشه مربوط به بحث انیمیشن سازیش میشه. و در نهایت بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادیم، و این نکته هم بگم، بعد از اینکه ما یک جسم رو ساختیم، حکم یک جسم پایه ابتدایی داره. این جسمی که ما ساختیم، برای اینکه تشخیص بدم جنسش چیه، مثلا فرض کنید یک صندلی ساختیم، می‌خوام ببینم این صندلی چوبی هست یا فلزی هست، باید یک سری متریال، یک سری ماده به اون اضافه کنم. به چه صورت؟ از طریق اعمال بافت‌ها. پس یه بحثی هم به اسم ایجاد متریال یا اعمال متریال به اون جسمی که ساختیم تو بحث انیمیشن سازی وجود داره. حالا بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادی، در نهایت بحث رندرینگ پیش میاد. رندرینگ یعنی در واقع من میخوام این محیطی که ساختم به چه صورت دیده بشه، خروجی نهایی من به چه شکل باشه. خب ما گفتیم تو این فرادرس فقط در مورد مدل سازی صحبت میکنیم، اما برای اینکه یک دید کلی نسبت به سایر بخش هم داشته باشی، میخوام یه مثال فوق العاده ساده رو با هم شروع کنیم پیاده سازی کردن. مثال ما چی هست؟ مثلا ما به این صورته. فرض کن میخوای یک کره زمین داریم که کره زمین داره دور خودش میچرخه، یک کره ماه هم هست که کره ماه داره حول کره زمین میچرخه، یک منبع نور به عنوان خورشید داریم تو محیط و تمام این اجزا، تمام این مجموعه داخل کهکشان قرار گرفتن. ما میخوایم همچین مثالی رو با هم کار کنیم. گام اول برای ایجاد هر پروژه انیمیشن سازی این هست که محیط هم رو تنظیم کنم. برای تنظیم محیط، ایجاد پروژه جدید، تو قسمت فایل و قسمت
پروژکت ویندوز میرم. اگه من این قسمت رو تنظیم نکنم، پروژکت ویندوز رو نزنم، شروع کنم وقتی نرم افزار مایه رو باز کنم شروع کنم به کار کردن، پیش‌فرض چیکار میکنه؟ پیش‌فرض داخل داکیومنت لپتاپتون، داخل داکیومنت کامپیوترتون یه پوشه به اسم پوشه مایا هست. داخل اون پوشه پوشه پروژکت هست. پیش‌فرض داخل پوشه پروژکت میاد تمام این اعمالی که اینجا انجام میدی اونجا ذخیره میکنه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ گام اول فایل نیو پروژکت رو میزنیم، پروژکت ویندوز رو میزنیم. تو خاطر اینکه روی این قسمت نیو کلیک کنم، یه نیو پروژکت برام میسازه، یه پروژه جدید برام میسازه که من میتونم اسمش رو هر جور دلم بخواد تغییر بدم. یه مسیر ذخیره سازی هم هست که مسیرش هم همون مسیر پیش‌فرض رو انتخاب کرده. میتونم با کلیک کردن روی این آیکون مسیر ذخیره سازیش هم تغییر بدم، حالا مثلا هر قسمتی که مد نظرم باشه مسیرش رو عوض کنم. و وقتی اکسپت رو بزنن پروژه ایجاد میشه. فقط یه نکته رو داشته باشین، وقتی شما این پروژه جدید ایجاد میکنید، همراه با اون پروژه یه سری فولدرهای جدیدی هم ایجاد میشه. این فولدرها فولدرهای پیش‌فرض هستن. ما یا فرض میکنه شما وقتی یه پروژه میسازین، این پروژه شامل مثلا ایمیج ها، مثلا صدا ها هست و پوشه های خالی براتون میسازه که بعدها اگه پروژه‌تون تصویر یا صدا یا هر قسمت هر کدوم از این بخشا رو داشت داخل اون پوشه قرار بده. اگه شما از اول میدونین مثلا پروژه‌تون اصلا صدا نداره، جلوی این پوشه صدا که اسم بر سوند گذاشته اسمشو پاک کنین، در این صورت دیگه این پوشه رو براتون نمیسازه. هر کدوم از این پوشه‌ها بس اگه مثلا ایمیج نداره پروژه‌تون میتونین پاکش کنین اسمشو، در این صورت دو تا پوشه رو براتون نمیسازه یا هر کدوم از اینا. اکسپت رو میزنم. خب حالا تو این محیطی که قرار دادم شروع می‌کنم به اجرا کردن. اولین گام چی هست؟ مدل سازی من هست. مدل من کره زمین و کره ماه. بس به چی نیاز دارم؟ به کره نیاز دارم. خب کره جزء شیء های پیش‌فرض هست. قسمت پولیکان شیء پیش‌فرض کره رو داره. پس بهتر این هست من اسپیس رو بزنم تو این صفحه، تو نمای تاپ برم، دنیامو از بالا نگاه کنم. خب تو این نما تو قسمت کرییت برم، قسمت پولیکان رو بزنم و تو قسمت پولیکان اولین گزینه چی هست؟ اولین گزینه کره هست. یه کره بردارم، یه کره بذارم تو این قسمت. خب این کره ای که گذاشتم بیام مقدار شعاعش رو تغییر بدم. این پنجره چی بود؟ پنجره چنل باکس بود. اگه من اینو کلیک کنم پنجره چنل باکس این بسته بود، با کلیک کردن رو این گزینه چنل باکس براتون باز میشه. تو این پنجره چنل باکس این موقعیتش رو داره نشون میده. اگه جابجا کنم تو این قسمت بیام میتونم شعاعش رو تغییر بدم، شعاع این کرهمو مثلا 5 بذارم. حالا که شعاعش رو تغییر دادم یه اسمم براش انتخاب کنم، رو اسمش کلیک کنید، بگم این ارث من هست، این زمین من هست. خب و موقعیتی که داریم تو این موقعیت، موقعیتش رو 0 0 0 بذارم. به جای اینکه اینا رو تغییر بدم میتونم رو همین گزینه فریز کلیک کنم، خودش پیش‌فرض برای من صفرش کنه. آلت رو میگیرم، راست کلیک رو میزنم که زوم من کوچیک‌تر بشه، در واقع کل صفحه رو داشته باشم. خب دوباره یه کره دیگه میخوام، دوباره تو قسمت کرییت میرم، قسمت پولیگان میرم. فقط یک نکته، وقتی تو قسمت پولیگان میری اگه این دوتا گزینه تیک خورده باشن تو خودت میتونی دستی کرتو بکشی، ولی اگه این تیکو برداری، ببینید من تیکشو برداشتم، این تیکو برداری خودش وقتی روی کره کلیک میکنی خودش تو مرکز مختصات صفحه یه کره برات میذاره. خب من این کرهمو جابجا میکنم با این ابزار چپ کلیک کردن جابجاش میکنم. رو قسمت تغییر اندازش میرم، میتونم سایزش رو تغییر بدم هر سایزی که مد نظرم هست. تو ذهنتون باشه با کنترل زد برمیگرده حالت دستور قبلی، مثل نرم افزار دیگه بس کنترل زد برمیگرده دستور قبلی. کرم رو انتخاب میکنم، شعاعش رو چند قرار میدم؟ شعاعش رو 1 گذاشته، 1 گزینه مناسبه 1 میذاریم و اسمش رو تغییر میدم به چه چیزی؟ مثلا مون هست، این ماه هست. و فریزش میکنم، مختصاتش رو در واقع 0 0 0 کردم. خب حالا بعدش چی نیاز هست؟ میخوام این یک مداری داشته باشه، یک محور این وسط بشه که این ماه دورش بچرخه، دور این کره زمینه بچرخه. بس دوباره تو قسمت کرییت میدم، ولی نمیخوام دیده بشه اون مداری که هست. بس تو قسمت کرییت میرم، نربز میرم و قسمت سرکل رو برمیدم، یک دایره انتخاب میکنم. این دایرهمو با چپ کلیک کردن رو صفم میذارم. دایره که گذاشتم شعاعشو انتخاب میکنم به چقدر تغییر میدم، مثلا این شعاعی که داره اینو جابجا میکنم، شعاعشو برابر با 12 بذارم.
این یه بخش بود. مدل ما مدل ساده ای بود. از همین شیء اولیه که نرم افزار مایا داشت استفاده کردیم. حالا بعد اینکه مدل من ساخته شد، باید اعمال بافت داشته باشم به این مواد. یعنی بگم این کره من شکل کره داشته باشه واقعا. اسپیس رو میزنم. تو نمای از پرسپکتیو میرم. خب اگه کلید 5 صفحه کلید رو بزنی این توپر میشه شکلش. خب اگه 4 رو بزنی حالت سیمی میشه برام. من 5 رو میزنم. میام تو قسمت اعمال مواد. از تابای بالا ویندوز رو انتخاب میکنم. قسمتش میرم رندرینگ ادیتور. پس ویندوز رندرینگ ادیتور هایپرشیت رو برمیدارم. هایپرشیت. این پنجره که باز میشه یه پنجره فوق‌العاده مفید هست که حتی قسمت دسترسی به نور و دوربین هم اینجا داریم. من متریالش رو برمیدارم. اگه دقت کنین یه سری کره اینجا میبینم. این کره هایی که هست چیا هستن؟ در واقع این جنس ماده رو مشخص میکنه. بر چه اساسی؟ بر اساس شدت نور. مثلا یک شیء فلزی چقدر نور رو منعکس میکنه نسبت به یک شیء پلاستیکی. پس بر اساس شدت انعکاس نوری که هر شیء میتونه داشته باشه این کره دسته بندی شده. کلی لمبرت خیلی استفاده میشه برای اشیایی هستن مثل چی؟ مثل پوست انسان، مثل پلاستیک. برای این اشیا ما از لمبرت استفاده میکنیم. ولی برای اشیایی مثلا مثل فلز نیم از کره چی استفاده میکنیم؟ از این کره استفاده میکنیم. پس متناسب با اینکه شیعتون چی هست، چه جنسی داره، یکی از این کره ها رو برمیداریم. حالا ما میخوایم 100 کره زمین رو مثلا پیاده شدیم، همون لمبرت رو برداریم که کفایت میکنه. روش چپ کلیک میکنم، یه دونه لمبرت اینجا اضافه میشه. من از پنجرم رو میذارم کوچیکتر میکنم، کوچیکتر کنم میذارم با چپ کلیک چیز رو جابجاش کنم رو پایین. حالا چپ کلیک کنیم که سایزش رو بتونین تغییر بده. خب اینم اگه چپ کلیک کنم سایزش تغییر میکنه. پس با چپ کلیک کردن درک کردن زده شده. حالا این کره‌ای که ساختین اگه روش دو بار چپ کلیک کنین رو همین کره‌ای که اینجا بود من دو بار چپ کلیک کردم. خب این پنجره میفرسم این پایین. دو بار چپ کلیک کنین اینجا یه سری ویژگی‌هاش دسترسی دارین. در واقع پنجره اتریبیوت ادیتور براتون باز میشه با دو بار چپ کلیک کردن روی کره‌تون. توی پنجره‌ای که باز میشه یه بخش به اسم رنگ داره، کالر داره. توی این بخش اگه چپ کلیک رو این پنجره کنیم رنگش رو بهتون نشون میده، میگه میخواد چه رنگی باشه کرهتون. خب ما دیگه نمیخوایم رنگش مثلا کره زمین که فقط آبی نیست، میخوام یه عکسی رو این جسمم بندازم، عکسی که شبیه کره زمین باشه. پس به جای اینکه روی این رنگ کلیک کنم رنگو تغییر بدم، روی چارخونه چپ کلیک میکنم. روی چارخونه اگه چپ کلیک کنی یه پنجره براتون باز میشه. تو این پنجره ما عکسمون دو بعدی هست دیگه، پس تکسچر رو برمی‌داریم، تکسچر دو بعدی رو برمی‌داریم. حالا که اینو انتخاب کردیم یک فایل عکسی از کره زمین من از اینترنت دانلود کردم، شما میتونید همین کارو انجام بدید. پس تو این فایل تکسچر تو قسمت فایل میرم، تو فایل چپ کلیک میکنم، دوباره تو همون پنجره اتریبیوت ادیتور اگه دقت کنید، اگه من با این فلش اینو یه ذره جابجا کنم، یک قسمت به اسم ایمیج نیم داره. تو این ایمیج نیم فولدر هست، رو فولدر چپ کلیک کنید، یه مسیری که اون عکسی که از اینترنت گرفتین قرار داره. خب من همون عکس رو تو دسکتاپ قرار دادم. مثلا اولین عکس زمین هست. من عکس زیاد مناسبی انتخاب نکردم، شما بهتری عکس با کیفیت‌تر انتخاب کنین و مناسب‌تر باشه. حالا بس مسیری که فایلتون رو قبلا از اینترنت گرفتین انتخاب کنین، درست‌تر این هست فایل ایمیج پروژه رو داخل کجا قرار بدین؟ داخل همون پوشه ایمیجی که مربوط به پروژه‌تون هست. درست نیست مثلا این فایل ایمیج رو من تو دسکتاپ قرار بدم. پس فایل عکس رو انتخاب می‌کنین، اوپن می‌زنم. خب دوباره همین پنجره رو انتخاب کنیم. اگه دقت کنین اون عکسه به همون کره‌ای که داشتین اعمال شده. فقط یه نکته بگم، تو قسمت ورک اریا دقیقاً معادل این صفحه با قرار دادن آلت و با گرفتن آلت با راست کلیک میتونی زوم داشته باشی. پس با آلت و راست کلیک میتونی این صفحه رو زوم داشته باشی، یا مثلا آلت و کلید وسط موس میتونی این چیزایی که اینجا هست رو جابجا کنی. حالا من حالا آلت و راست کلیک گرفتم این ذره بزرگترش. حالا دو راه داری برای که این ماده این کره به شیئت اعمال بشه. یکی راهش این هست که من همین رو انتخاب کنم با کلید وسط موز رو ول نکنم، بکشم روی جسمم به این حالت. من این رو انتخاب کردم با کلید وسط موز رو ول نکردم رو جسم انداختم. اگه من 6 رو بزنم از صفحه کلید میبینین اون تصویر به کرم اعمال شد. و این نکته رو بهتون بگم،
ببینید الان تصویری که اعمال شده میتونست خیلی بهتر از این باشه. برای پولیگانا میشه این تصویر رو دقیقا روی این کره یا هر شیی که هست تنظیم کرد واقعا درست حسابی به شیتون اضافه بشه. خب یه راه دیگه هم هست. حالا که اینو تنظیم کردم سراغ کره ماه میره. من این پنجره رو میبندم. راه دومش رو برای کره ماه اعمال میکنم. خب دوباره ویندوز رندرینگ ادیتور هایپرشی دوباره لمبرت رو انتخاب میکنم. لمبرت دوباره چپ کلیک میکنم. پایین میفرستم. رو پنجره که باز میشه پنجره اتریبیوت ادیتور چارخونه رو میزنم. دو قسمت تکسچر ولی دو بودیش میرم. فایل رو میزنم. از این قسمت ایمیج نیم فولدرش رو انتخاب میکنم. ماه رو برمیدارم. تصویر حالا سطح ماه اوپن میزنم. و دوباره این پنجره رو انتخاب میکنم. گفتم میشه حالا این تصویری که اینجا هست گفتیم یا کلیت وسط موس رو ول نکن روی جسمت بکش یا یه راه دیگه هم هست. راه دومش چی هست؟ راه دومش این هست ماه رو انتخاب کنم با چپ کلیک کردم ماه انتخاب بشه بعد تو این قسمت راست کلیک رو بزنید. راست کلیک رو ول نکن. اولین گزینه Material to Select میگه این ماده به اون جسمی که انتخاب شده اعمال بشه. اگه این کار رو انجام بدین جسمتون حالا مثلا شبیه همون ماده‌ای که هست به جسمتون اعمال میشه. خب تو مرحله بعد چیکار میکنیم؟ الان مدل ما ایجاد شده. تو مرحله بعد میخوایم یه کهکشانی هم این وسط داشته باشیم. پس من اسپیس رو میزنم و توی نمای تاپ میرم دوباره اسپیس رو میزنم. توی نمایی که داریم تو قسمت ویندوز از اون تابه بالا ویندوز رندرینگ ادیتور همون جنرال ادیتور ادیتور برای اعمال مواد بود جنرال ادیتور و وایزر رو میزنم. پس ویندوز جنرال ادیتور وایزر و در توی مجموعی که هست انواع مثلا مو درخت سبزه انواع دستبندی چیزایی که مد نظرتون هست و وجود داره. خب ما کهکشان رو میخواییم پس تو قسمت گلکتیک میریم و گلکسی رو برمیداریم. هر کدومش که مد نظرتون بود میتونین انتخاب کنیم. خب میبینید مکان نمایی من شبیه مداد شد. اگه تو صفحه‌ای که دارم چپ کلیک کنم تو این صفحه‌ای که هست من چپ کلیک میکنم چپ کلیک کنم مثلا ول نکنه همجوری با چپ کلیک کردن یه سری خطوط به صفحتون اضافه میشه. دقت کنید هر چقدر از این ابزار استفاده کنید سرعت رندر کردنتون خروجی نهایی گرفتنتون پایین تر میاد. خب بعدش 5 رو میزنم 6 رو از صفحه کلید میزنم برای که موادم بهش اعمال بشه و از این صحنه از این سکانس از صحنه ای که دارم یه خروجی میگم یه رندر میگیرم. این تیکه اگه بسته بود ببینید قبلا هم گفتم این تپش بسته بود بازش کنید و یه رندر بگیرید. خب این نقاطی که هست همه خطوطی که اضافه کردیم که حالا هرچی بیشترش کنیم تعداد ستارهایی که اینجا میبینید بیشتر میشه. خب بس بعد از اینکه این بخش رو اضافه کردیم میخوایم چرخشش هم اضافه کنیم. این چپ گیری میکنم از اون حالت در بیاد. میخوایم این کره ماه دور این کره زمین بچرخه، طول این محور بچرخه. خب چیکار میکنم؟ از قسمت انیمیشن باید این قسمت انیمیشن رو بردارم. پس این قسمت انیمیشن رو انتخاب میکنم. اول کره ماه رو بر انتخاب میکنم. با چپ کلیک شیفت رو میگیرم. مدارم انتخاب میکنم. پس کره ماه انتخاب کنید، شیفت رو بگیرید، این مدارم انتخاب کنید، سرکل هم انتخاب کنید، دایره رو انتخاب کنید. تو قسمت اینجا انیمیشن رو برداشتید تو قسمت انیمیت برین تو قسمت موشن پس برین. ما دو مدل حرکت رو اینجا بخوام بهتون یاد بدیم. اولین حرکت موشن پس هست. یک شی روی مسیر شروع میکنه به حرکت کردن. حالا مثلا شی من اینجا کره ما هست ولی این دایره میخواد بچرخه. مثلا شما ممکنه میخواین یه آدمی تو یک مسیر مشخص تو یک جاده حرکت کنه یا مثلا یک ماشینی تو یک جاده شروع به حرکت کنه
پس مسیرتون میشه اون جاده، یه خطی تو جاده میذاره میشه جاده و اون شیتون میشه اون ماشین. پس برای هر چی میشه این کار انجام داد. پس تو قسمت انیمیشن موشن پس میگم اتچ بشه تو موشن پس، ماه من اتچ بشه به این مسیری که هست. خب تو این قسمت مربوط به انیمیشن بود دیگه، اینجا که تعداد فیلم های انیمیشن رو داره نشون میده برای من، میگه 48 رو فیلم 1 تا 24 رو داره به من نشون میده. من رو همینجا گفتیم با اینم اجرا میشه. خب من چون تنظیم هیچ تنظیمی انجام ندادم، میگه سرعت حرکتش زیاد است. خب بس میام چیکار میکنم؟ تو همون قسمتی که دارم با چپ کلیک کردن رو این قسمت چپ کلیک رو ول نمیکنم، شروع میکنم جابجاش کردن، مثلا میبینم حرکت این ماه رو تو این مداره به چه صورت هست. خب میخوام این کره زمین هم دور خودش بچرخه. برای چرخش زمین دور خودش دیگه از این تکنیک نمیشه استفاده کنم. میام چیکار میکنم؟ از تکنیکی به اسم کیفریم استفاده میکنم. خیلی ساده است و خیلی پرکاربرد. تو فیلم یک میرم، اینا فیلم های منن دیگه، یک تا بیست شد. تو فیلم یک میرم کره زمین رو انتخاب میکنم، اس صفحه کلید رو فشار میدم. وقتی اس صفحه کلید رو بزنم که خط قرمز اینجا اضافه میشه. خب من میخوام کره زمین تو فیلم یک این شکلی باشه. وقتی تو فیلم 24 رفت 360 درجه دور خودش بچرخه. پس میام این بخش رو با چپ کلیک کردن و درک کردن فیلم 24 میبرم و روته چرخش این کره زمینی که انتخاب کردم رو 360 قرار میدم. خب پس 360 درجه تو این فیلم میخواد بچرخه. پس بعد اینکه جلو میشم 360 دوباره این صفحه کلید رو میزنم که یه ات صفحه کلید رو بزنیم دوباره این فیلم اضافه میشه. خب فقط یه نکته رو بهتون بگم، هر کدوم از این گزینه‌هایی که اینجا هست من نیازی نبود همه‌شو به عنوان ست که انتخاب کنم، میشد فقط همون چرخشش رو انتخاب کنم به جای اینکه این همه رو حالت قرمز رنگ کنه. در صورت با همین تکنیک کیفریم خیلی راحت ما میتونیم یه انیمیشن خیلی ساده بسازیم. البته این دوتا تکنیک موشن پس و کیفریم خیلی پرکاربرد تو انیمیشن ساختن. حتی برای حرکت یک آدم که توی یک مسیری داره حرکت کنه و از طریق همین دوتا میشه همین کار رو انجام داد. من فراموش کردم یه منبع نور هم میخواستیم به عنوان خورشید باشه. بس تو نمای تاپ میام اسپیس رو زدم، تو نمای تاپ میام دوباره اسپیس رو میزنم، تو قسمت کرییت تو قسمت نورها میرم، لایت میرم و یه دونه منبع نور نقطه رو به عنوان خورشید انتخاب میکنم، پوینت لایت رو انتخاب میکنم. این منبع نوری که انتخاب کردم با ابزاری که اینجا هست جابجاش میکنم و با چپ کلیک جابجاش کردم تو این قسمت میزنم. برای اینکه تاثیر این شدت نور و تاثیر نور رو این محیط هم ببینم کلید 7 رو میزنم. اگه کلید 7 رو بزنیم با جابجایی این نور مترجم میشین که تأثیری میتونه تو دیدن اشیا داشته باشه. و برای اینکه مقدار شدت نورم تغییر بدم پنجره اتریبیوت ادیتور رو باز میکنم. اتریبیوت ادیتور از طریق این آیکون باز میشه یا کنترل A صفحه کلید رو بزنید فرق نمیکنه، یا کنترل A یا اتریبیوت ادیتور از طریق این آیکون. و انتنسیتی در واقع شدت نورش هم میتونم از همین بخش تغییر بدم.